نیست، این اعلامیه طالب ها هست که نوشته کرده. بعد از این شما میتونین دخترای بعد از 14 سال و خانم های بیوره به کمیسیون فرهنگی و دینی ما معرفی کنین که ما اونا را به حق مجاهدین و جوانا در میاریم. خب از علمای دین اینجا هست، اینا چه کاره فراموش نکردن، اما بازم میبینین که زنای افغان، دخترای افغان به پاکستان تحفه میتن، به کشورهای عربی میبره. آیا اینا افغان هستن؟ آیا طالبا واقعا میخواید کشور حاکمیت کنن؟ ایر جناب رئیس خوب است که جدی تصمیم گرفته شوه. از بدخشان، از تخار، از ولایت شمال که زیادتر حاکمیت است، شاید بر اکثر وکیلا زنگ زده شوه که دخترای مردم به زور به نکاح میگیره. هرچند ما فکر میکنیم بی تفاوتی اینجا ابو تایید، عدم تایید قانون اطفال نشان میدن که در این قسمت برخود بزن کسایی که در اینجا نکتایی میزنن و کسایی که با تفنگ خود دختر افغان میبرن تفاوت نداره. به خاطرم بی تفاوت است، برشان بی خیال است، یا اولادشان به خارج به سر میبرن. در این قسمت به امیدوارم که جدی یک تصمیم گرفته شوه، سر ملل متحد هم صدا شوه. شما این کسایی که میگین اصلاح شده، این کسایی که میگه حاکمیت افغانستان بگیرین، میخوای کشور به کجاست باشه؟ باید اینا را ابلاغ بکنن. هر خانه باید به یک مجاهدین یک دختر خدا بتهی، حقشان است. و اینا را بعد از آموزش مسلمان ساختن و مسائل به خاطر آموزش مسائل دینی در وزیرستان پرستاده میشه. این تجاوز مستقیم بالای ننگ ناموس افغانستان است، تجاوز بالای خاک افغانستان بود. اما این شرم است، عیب است به ملت غیور افغانستان که ننگ ناموس در ارجیت اینا قرار داشتن. امروز ننگشان در خطر است به خاطر یک فراموش